همزمان با افزایش تنش‌های ایران، اسرائیل در حال عادی‌سازی روابط خود با سایر کشورها در منطقه است. اقدامی که یکی از محورهای آن به گفته تل‌آویو تشکیل جبهه مشترک علیه تهران است. نخست وزیر اسرائیل دیروز در بحرین با مقام‌های این کشور دیدار کرد. نفتالی بنت این سفر را فرصتی خوانده برای ایجاد مواضع مشترک علیه ایران و متحدانش. اسرائیل در سالهای اخیر با میانجیگری ایالات متحده روابط خود را با برخی از کشورهای عرب منطقه عادی سازی کرده. توافقی که پیمان ابراهیم نام گرفته و مقامهای بلندپایه ایران مخالفت خود را با آن بارها اعلام کردند. کاری که اماراتی ها کردند این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشالله این حالت، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام رو امروز انجام دادن خواهد موند. اینها خیانت کردن، کار بسیار بدی کردن، پای صهیونیست‌ها رو تو منطقه باز کردن. در میانه مذاکره‌های احیای برجام در وین، همسایگان عرب ایران و اسرائیل از بازگشت واشنگتن به این توافق ابراز نگرانی می‌کنند. دستیابی تهران به منابع مالیش به دنبال رفع تحریم‌ها و حمایت مالی و تسلیحاتی بیشتر این کشور از گروه‌های شورشی و همچنین پیشرفت‌های هسته‌ای ایران که احتمال دستیابی سریع این کشور را به مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای افزایش داده، از جمله این موارد نگران کننده است. دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که خواستار بازگشت به برجام است، در ماه‌های اخیر تلاش کرده که به گفته او این نگرانی‌ها را برطرف کند. یکی از این اقدام‌ها تقویت حضور مشترک نظامی آمریکا با همپیمانان عرب این کشور در منطقه است که حالا اسرائیل هم به این ائتلاف افزوده شده. نیروی دریایی آمریکا دیروز اعلام کرد که در حال بررسی آن است که قایق‌های بدون سرنشین اسرائیلی را به عملیات مشترک خود در خاورمیانه بیفزاید. پیشتر گزارش‌هایی درباره احتمال استفاده از پهپادهای اسرائیلی هم در این منطقه منتشر شده بود. اقدامی که می‌تواند نقش نظامی اسرائیل را در خاورمیانه افزایش دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی گزارش داده که اسرائیل به عنوان 29مین کشور یک وابستگی نظامی در مقر فرماندهی آمریکا در منامه خواهد داشت. بحرین، محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده و چندین گروه ضربت دریایی بین‌المللی است. در میانه این تحولات، نفتالی بنت در گفتگو با روزنامه بحرینی الایام تاکید کرده که اسرائیل و بحرین که حالا رسماً توافقنامه همکاری‌های امنیتی امضا کردند، با چالش‌های امنیتی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند که همگی از یک منبع نشأت می‌گیرد: جمهوری اسلامی ایران. سفر نفتالی بنت به بحرین در حالی انجام شد که به گفته دیپلمات‌ها در وین، مذاکره‌های احیای برجام به مرحله حساسی رسیده. اسرائیل گفته که به چنین توافقی متعهد نیست و هر اقدام لازمی را از جمله حمله نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. تماس مهم دیگری با وزیر خارجه ایران داشتم. به عنوان هماهنگ کننده برجام به شدت معتقدم که توافقی در راه است. زمان آن فرا رسیده که نهایت تلاش را برای رسیدن به یک توافق انجام دهیم. در حالی که برخی از دیپلمات‌ها در وین، از جمله جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نزدیک بودن توافق بر سر احیای برجام امیدوارند، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت که واشنگتن رویکردی محتاطانه‌تر دارد. باید بگویم که ما از نظر پیشرفتی که ممکن است در وین شاهد آن باشیم، رویکرد کمی محتاطانه‌تر داریم. دقیقاً به این دلیل که در مراحل پایانی مذاکره‌ای هستیم که با هر معیاری بسنجیم پیچیده است. واقعیت این است که این آخرین دوره گفتگوها تعیین کننده است و ما در موقعیتی قرار خواهیم داشت که می‌توانیم مشخص کنیم آیا همچنان احتمال بازگشت متقابل به تعهدات برجامی وجود خواهد داشت یا نه. این در حالی است که اسرائیل در اقدامی غیرمنتظره دیروز یک هیئت دیپلماتیک را به وین اعزام کرد تا در جریان گفتگوها قرار گیرد. اقدامی که سایت نور نیوز نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آن را عاملی بازدارنده بر سر توافق در وین دانسته.
کارشناسان میگویند که تشکیل یک جبهه متحد متشکل از اسرائیل و کشورهای عرب منطقه نشانگر نگرانی مشترک قدرت‌های بزرگ عرب خلیج فارس، اسرائیل و متحد آنها آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های نظامی این کشور است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.